خب حالا اینکه چی شد که من به این نتیجه رسیدم که آموزش پرورش در واقع و آموزش آموز بازوان اجرایی کاپیتالیسم هستن در ایران. نگاه برای من خیلی جالبه، من خیلی جا حالا بزن. خب ببین، اول در سطح وزارتخانه ها اگه بخوا بریم، فروش سوالات کنکور، فروش مدرک تا دکترای تخصصی، فروش کرسی های هیئت علمی، فروش پایان نامه، فروش مقاله. شما تو من دانشگاه تهران چند بار رفتم، روبرو دانشگاه تهران یه خیابان خیلی عریض و طویلیه، هر دو قدمش سه تا مؤسسه هست که پایان نامه و مقاله میفروشن. خیابون انقلاب. ها خیابون انقلاب. در صورتی که من با قرآن تو کلاسم یک کلمه میگم خوششون نمیاد، فورا حراست منو احضار میکنه. الانم دیگه ممنوع تدریسم کردم، مجوز مؤسسه بهم ندادن، رفتم دفتر کار زدم اونجا رو اومدن بستن. تو خونم کلاس زدم، خیلی استقبال شد. دانش آموزا می اومدن، گروهای 8 نفری می اومدن، گفتن باید جمعش کنین، جمعش کردن. حالا منظورم میگم چطور میشه که به من اینقدر سخت میگیرن که من میخوام آموزش بدم. من آموزش من در جهت توان، اولا من سعی میکنم شاگردام و جامعه رو به صورت انتقادی بیدار کنم، بعد اونا رو توانمند کنم به مهارت هایی که نیاز دارن برای ورود به جامعه پیچیده و جامعه به مراتب پیچیده تر فردا. خب اجازه ندادن از هیچ کانالی هیچ کاری کنم. خب حالا این مؤسساتی که روبرو دانشگاه تهران هست، من یکیش رو رفتم به عنوان مشتری، مجوز از وزارت علوم به من نشون داد، میخواست پایان نامه بنویسه، مقاله بنویسه، به قرآن میگفت مجوز وزارت خونه به من مجوز داده. یعنی پول میگیرن پایان نامه بذاری من مینویسم اینجوری؟ آفرین آفرین. الان من سراغ دارم یکی از همکارا میگه اساتید دانشگاه به من پول میدن، من براشون مقاله مینویسم که رتبهشون بره بالا. نگاه کن، من برای باورم که حتی من شخصا برای باورم 90% هیئت علمی های دانشگاه ها حداقل شایستگی هیئت علمی بودن ندارن از نظر آکادمیکی علمی. اگه داشتن این وضعیت جامعه و مملکت نبود. حالا این که من میگم که بازوان اجرایی کاپیتالیسم هستن، این انتشارات و مجلات تحت نظر وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش هم در حال چپاول، حتی ما معلم ها هم هستن همه. من خودم میگم 50 تا مقاله و کتاب دارم به هر جا. دانشگاه فرهنگیان آقای خنفیر نمیدونم که هزار بار گفتم خب دلیل چاپ نکردن مقالات منو بگو، هر مقاله بونجوری رو تو مجلات آموزش پرورش چاپ میکنن، مال منو چاپ نمیکنن. نهایتا یه نفر گفت این دانشگاه تربیت مدرس پول بده مقالات رو چاپ. گفتم باشه، من پول میدم روش تدریسم شناخته بشه، اشکال نداره. پول از من گرفتن چاپ نکردن، دلیلش هم نگفتن. به رئیس دانشگاه تماس گرفتم، به وزارت علوم تماس. دانشگاه علاقه من که فرمودید تو پیجتون اشاره کردید بهش، درست میگم؟ بله بله، همه رو گذاشتم، بیشترش رو تو پیجم تو اینستاگرامم. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس، از من مدرس داره مدوزه، به من زور میگه، به من ظلم میکنه، نمیذارن روش تدریس من شناخته بشه. دانشگاه علامه هم از من پول گرفت مقالاتمو منتشر کنم، به همه جا هم گفتم اصلا فایده نداره. حتی سایت های دست مافیایی رو در کار میبینی که این صورت سازمانی انجام بشه یا دیگه بی نظارتی کدومشو؟ یه مافیایی آمدانه این کار رو میکنه یا کاهلی دستگاه های نظارتی آموزشی کدومو مخصر؟ من معتقدم که یه مافیایی هست که تمام مملکت از جمله ببیش آموزش پرورش و آموزش عالی در اختیار او هست، در جهت استثمار و چپاول هرچی بیشتر مردمان و به و کافر کردن مردم. من برای این میگم یعنی شما به لحاظ دینی هم این ایرادو دارید؟ بله بله، من میگم که خب اینا با این عمل کرد، حالا بالفرض این نظریه من اشتباه است، خب یه نفر من گفتم وزیر علوم نمیاد، در شأنش نیست. اولا رزومه منو با رزومه وزیر علوم مقایسه کنید، ببینید علمی که من تولید کردم و 1/100 رو وزیر علومی کار کرده، نه
وزیر آموزش پرورش که هیچی دیگه، اینا هیچی. نگاه کنید مافیا، من میگم صندوق ذخیره فرهنگیان شما در نظر بگیرید، فردا شب دربارش یکی از لایوامون رو میخوایم بدیم به صندوق ذخیره بعد از شما یا حالا قبل از شما. من کوچیک میگم 14000 میلیارد تومان دزدیدن رفتن. 16000 میلیارد تومان خب 16000 میلیارد. من یه مقاله نوشتم حراستی ها چه کسانی را به حراست و پاسداری نشستن، منو بردن بیمارستان روانی. خب اینجوری که نمیشه. خب نگاه کن، من میگم حراست، من توی کلاسم یه کتاب گفتم، دو تا کتاب تو ایران منتشر کردم، کاش نمیکردم. یکی او کتاب مرجع رابطه به روش تدریس خودمه، رساله دکترام هم کار کردم، 1000 جلد انتشارات جنگل برای من زد، پولی پراید اون موقع از من گرفت 7 میلیون تومان. بعد اینو جزو سه کتاب برتر کشورم معرفی کردم، چون من خیلی تبلیغات کردم، ولی اجازه توضیحش رو هیچ جا ندادم. من تو کلاسم به دانش آموزا گفتم هر کی معلمی، استادی، چیزی تو خونش داره، دانشجو معلمی، این کتاب 8000 تومنه، 450 صفحه به زبان انگلیسی، 8000. مجوز چاپ گرفتید، اجازه انتشار ندادند؟ نه، چاپ کردن، با وانت همه رو آوردن جلو در خونم ریختن. گفتم قرار بود شما توضیح کنید، از دست رو شکایت میدم. گفت از دست ما میخوای به کی شکایت کنی؟ خب من دیگه چی بگم؟ بعد همین تو کلاسم دو سه تا چند تا از دانش آموزو خریدن، فوراً حراست منو، بازرسی و حراست منو، اداره کل مشهد قاسم علی خدابند مدیرش. کدوم ناحیه مشهد؟ اداره کل؟ نه من خیلی زیاد تو حومه مشهد بودم، منو نمی آوردن تو شهر دیگه. حالا یه دو سال آوردن ناحیه 4 تو مشهدم، ناحیه 4. بعد حراست منو احضار کرد، بازرسی، گفت تو داری تجارت میکنی. یه عکسی از موبایلم نشونش دادم، گفتم نگاه، رو عکس مسجد اداره تبلیغات گاج رو زده بود. گفتم نگاه، این وزیر آموزش پرورش رفت تو نماز جمعه تهران بر علیه مافیای کنکور صحبت کرد، اون موقع شما داری از گاج تبلیغات میکنی راجع بهش. گاج یکی از تبلیغاتش رو من رفتم، چند نفر روانشناس می آوردن، به 300000 دانش آموز مشهدی اسمس زده بود آموزش پرورش، 1000 تا 1000 تا می اومدن تو سالونا. بعد یه تیم روانشناس به اینا استرس وارد می کرد، می گفت هر کی دوست داره بچهش قبول بشه پول بده قبول میشه. من گفتم چقدره من بچه‌ام قبول بشه؟ گفت 10 میلیون جوان. گفتم بعد چه کار میکنی؟ گفت چند تا سی دی میدیم، دو سه جلسه، چند جلسه هم میذاریم. گفتم این میشه 10 میلیون تومان. بعد همین آموزش پرورش به من اجازه نمیده کارگاه بذارم روش تدریسم و به معلم ها معرفی کنم. به این مافیای کنکور سالون میده. پژوهشسرای مرکزی مشهد تو احمد آباد، بالای 10 بار رفتم گفتم به من اجازه بدید روش تدریسم و معرفی کنم، اجازه نمیدن. تو اینترنت سرچ کردم، برای عقد و عروسی اجاره میدن اونجا رو. اصلا یه اجده، بله واقعا یه اجده های آموزش پرورش و آموزش عالی در دست سرمایه دارا بلعیدن. بله دقیقا بلعیدن آموزش پرورش و همین صندوق ذخیره فرهنگیان، کارمندش تو اینترنت دیدم سایت معلم‌ها فیش حقوقیش 800 میلیون تومان، من 7 میلیون تومان. اینطوریه رتبه بندی. من خودم که 200 تا کتاب مقاله نوشتم، همین کتابم راجع به ارزشیابی معلمان تو اینستاگرامم گذاشتم ببینید، 4 بار امتحان دادم رد شدم. معلم آمادگی دفاعی، روحانی مدرسه، معلم معارف، معلم نمیدونم زیست، همه قبول شدن فوق دیپلم، بازنشسته، من قبول نشدم. 4 بار امتحان دادم. بعد همون دفعه اول یکی از مسئولان کارگزینی ناحیه 4 به من گفت که 300000 تومان بده به یکی از همکارا بدیم قبول میشه. گفتم من از این کارا بلد نیستم، خودم استاد تعلیم و تربیت و روش تدریس و آموزشم، پی اچ دی تخصصی دارم. من تو هند به من میگفتن پروفسور، بعد من به شما 300000 تومان بدم برای من امتحان بدید، من رتبه‌ام بره بالا، نمیدم. 4 بار مردود شدم، دیدم نمیشه، 2 سال رد شد، 300000 تومانو دادم قبول شدم. حالا این مافیا که میگم، کارگاه تو سایت های آموزش پرورش علنا دارن میگن پول بدین،
کارگاه براتون شرکت کنیم، قبول بشید، رتبتون بره بالا. مثلا پروفسور همین کلاس های ضمن خدمت بابا، اصلا شما رفتید گروه زدن تو همین شیراز، تو همین استان ها هستن دیگه اینا، گروه های کشوری دارن. میگن پول بدی کتاب و مقاله برات بنویسیم رتبت بره بالا. تو سایت های وزارت آموزش پرورش اینا افراد عادی جرئت نمی کنن اینطوری حرف بزنن، تبلیغات کنن. اینا خیلی قدرت بستن، همین مافیا هستن. بعد تو ادارات کل بیان این وزارت خونه رو گفتم، یه برش زدم که دست کاپیتالیسم در جهت استثمار مردم، چپاول مردم. حالا ادارات کل عرضم به حضورت، تو همین اداره کل مشهد من یه بار رفتم دیدم که مسئول پژوهش نمیدونم چی خراسان کل رضوی نمیدونم چی رفتم بررسی کردم، دیدم فوق لیسانس اجتماعی داره، مسئول پژوهش نمیدونم چی. 30 بار پژوهش‌ها رو بردم پیشش، مال خودم و کتابام، و اصلا اهمیتی نمیدن، تحقیرم میکنن که دیگه نیا. مثلا میگن به عنوان معلم نمونه یه بار شناخته بشم، چون من الان یه پرایدم ندارم، مثلا اینقدر در فقر و استضعاف منو نگه داشتن. بعد سرچ کردم اسم فامیل همین مسئول پژوهش اداره کل خراسان رضوی که قاسم علی خداونده معلم زیست 8 سال رئیسشه، دیدم که داره فوق لیسانس اجتماعی، یه مقاله فقط نوشته، اونم از رساله فوق لیسانسش گرفته، تحت عنوان تأثیر بنرهای تبلیغاتی بر نوع راهپیمایی زوار. اینو گذاشتن مسئول پژوهش استان. خوبا من خودم میگم سیدم، اینم عکس امام رضایی که بهش عشق میورزم. میبینین عکس امام رضا رو پشت سر من؟ بله آقا، بله. حالا دارم اینو میگم، ما میخوام نتیجه گیری کنم. رفتم دیدم مسئول مدیریت نیروی آموزشی استان خراسان رضوی یه خانم دیدم فوق لیسانس کشاورزی داره، در صورتی که مثل من حداقل 10-15 تا تو مشهد هست. میخوام اینو بگم، گفتم فرهنگی ایجاد کردن که در واقع پخمه و ریا پرور هست و نخبه کش. متاسفانه از همون وزیر همینطوریه، وزیر زیر دستاش رو همونطوری که میذاره تا میاد به نمیدونم مبصر تو کلاس ها همینطوری انتخاب. این ویرانگر، این سیستم چیدمان نیروی انسانی ویرانگره، به نفع حکومت نیست در نهایت. برای الگوهای تدریس هم یه چند دقیقه صحبت کنید، چلای و اول دستگم در دقیقه 8 دقیقه پایانیش مخاطبین بدونن که چیزایی دارن. باشه دیگه، راجع به فساد اون البته درباره نیروی انسانی، وضعیت حاکم بر نمیدونم اینا صحبت کردید، بر نمیدونم آموزش و یه حدود 15 دقیقه دیگه راجع به چنبره کاپیتالیسم یا سرمایه داران بر آموزش پرورش و آموزش عالی حرف دارم که اگه میفرمایید در همینجا اگه بشه 10 دقیقه. بله، لایو اولو با این ببندیم. بفرمایید. خب 10 دقیقه. بعد شما همین ادارات کل مجوز مدرسه و مؤسسه و حتی وزارت علوم مجوز دانشگاه ها رو به قبیله خودشون میدن، به همباندی های خودشون میدن، به افراد متخصص. کار نداره تو تخصص داری یا نه، کار داره که تو بله قربانگو برای اونا و وزیر و نمیدونم چی هستی یا نه. مؤسسه زبان به مکانیک دادن، به من که PhD تخصصی آموزش روش تدریس زبان انگلیسی دارم ندارم. تاونی فرهنگیان 500,000 تومان داشتم، رفتم گفتم سهم منو بدید اینا، نمیخوام. گفت برداشته دزدیده رفته. به مسئول حراست گفتم من به تو اینجا چه کاره ای، 500,000 تومان منو پس خودت بده. ناراحت شد، باز منو توبیخ کردن، 3 ماه انفصال از خدمت و حقوقم رو قطع کردن، قهوه سازم رو فروختم که بتونم زندگی کنم. حتی در همین حقوق دادنم تبعیض قائل میشن. متوجه شدم حکم منو 15 سال پیش دستکاری کردن، هر ماهی متوسط 500,000 تومان از حقوق من برداشتن، دزدیدن. اگه بازنشسته میشدم میمردم متوجه نمیشدم. یکی از دوستا تو کارگزینی ناحیه 4 مشهد اتفاقی متوجه شد، گفت اصلاحش کرد، روز بعدش از اونجا اخراجش کردن، برداشتنش. با اینطوری سیستم. حالا اگه بخوام بیمه، من رفتم بیمارستان، رفتم 30 میلیون تومان هزینه شد،
یه مسئول داره توی اداره کل مشهد به نام خانم خسروی، گفتم اینو بگیرید به من بدید. بررسی کرد بعد یه هفته، گفت هیچی به تو تعلق نمیگیره. ورداشتم همونو بردم بیمه مرکزی تو مشهد، 6 میلیون تومان به من دادن. بعد اومدم گفتم برای چی میگی هیچی به تو تعلق نمیگیره، من اصلا ممکن بود دیگه اونجا نرم، حقمو خورده بودی. بعد بیمه‌امو میبرم پیش همین خانم خسروی، میگم یه رسیدی بده که اینا رو بهت دادم، نمیده و واریزم نمیکنن. من میگم دیگه وقتمو نگیرم برم دنبال این مسائل. در هر حال مسائل زیاد هست. حالا البته اینا بخشش خصومت شخصی انگار، من نمیدونم. نه، به خاطر اینکه منو مشغول کنن، من کتاب ننویسم، مقاله ننویسم. همون دیگه میگم، حالا کلیتش واقعیتش تو همه جاهای آموزش که این فرمایشات شما نیست مثلا، نمیدونم. حالا شاید دیگه اگه من حالا نمیدونم، شاید مورد واقعا خاصی نسبت به شماست، ولی ما که بیمه میبریم حالا مثلا نسبت به من حتی ما اصل بیمه آموزش رو قبول نداریم. این بیمه بازم همون چیزی که شما میفرمایید و کلی زد و بند پشتشه. ما اعتقاد داریم کلن همه چیز ما ارتشا و مدرسه غیر انتفاعی. 4 سال پیش رفتم بررسی میکردم، گفتم اینم چی به چیه، مملکت دست کیه. 25 میلیون تومان از دانش آموز میگرفت ثبت نام میکرد. 4 سال پیش همینجا هم داریم، مدرسه انرژی اتم. خب قرار بود انقلاب ما انقلاب مستضعفا باشه، قانون اساسی میگه که تعلیم و تربیت باید رایگان باشه. من دکترامو از کفار رایگان گرفتم تو هندوستان، ولی اینجا بخوای تو دانشگاه آزاد بگیری 100 میلیون تومان باید بهشون بدی اگه بپسندت اجازه بدن ادامه بدی. در این حال حد بیش از 80% دانش آموزا و دانشجوها در ایران تو مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه‌های آزاد و غیر انتفاعی دارن پول میدن، بهشون مدرک میدن، مدرک‌های بیخاصیت. هیئت علمی ها برو رزومه‌هاشون نگاه کن، هیچی. هر هیئت علمی ادعا داره از من بیشتر نوآوری داشته، قوی‌تر عمل کرده، بیاد لایف با من بذارید. تو سایت دانشگاه تهران رفتم گفتم دیگه بستن سایت رو، نمیذارن من کامنت بذارم. سازمان جهانی معلمان منو نمیدونم چی شد از دسترسم خارج شد، سازمان جهانی مصطفی از دسترسم خارج شد، چون گفتم تئوری ها و روش تدریس تعالی و رهایی بخشم رو که بر مبنای تئوری هام ارائه دادم بهشون معرفی کنم، نمیدونم میترسن برای چی اینقدر حذف میکنن دیگه اجازه معرفی من. الان نگاه 60 نفر الان تو لایو ما هستن، از این 60 نفرم 50 نفرش مسئولین و حراستی اینا هستن، چون اطلاع رسانی نشد به نظر من. در این حال من دیگه حرفی ندارم، اگه سوالی دارید. البته لایو رو ما ضبط میکنیم امشب، نگاه کنید. این لایو خوبیش اینه که ما پست میکنیم، همکارایی که بیان راهکارهای شما ببینید، از دردها هر چی بگیم پروفسور، این کله این معلم ها اوز پروش همش درده. در واقع بیایم درمان ها رو بگیم، راهکار درد رو بخوای راهکار بدی، اول باید کالبد شکافی. من از نظر من آموزش پرورش یه جسد متعفن پوسیده است، این باید کالبد شکافی بشه، ببینیم که چیزایی توی بوده که مملکت رو به اینجا رسونده، بعد راهکار ارائه بدیم، سعی کنیم احیاش کنیم. و من این کارو کردم، حالا جلسات بعد متوجه میشید و به راهبردهای استراتژی که من ایمان میارید، منتها نمیدونم برای چی جایی لحاظ نمیکنن. میگم یه مافیایی هست کلا با ارتقای سیستم تعلیم و تربیت که باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم میشه مخالفن، چون برای باورن که اگه مستضعفا شکمشون سیر بشه، مرفه بشن، اون موقع به فکر واژه‌هایی مثل آزادی میافتن. در صورتی که من میگم شما اگه میخواید تمدن اسلامی و اسلام راستین، گفتم برید ویدئومو تو اینستاگرام هم ببینید، با دموکراسی و آزادی هیچ منافاتی نداره. شهید بهشتی فرمودن خداوند ما را آزاد آفریده، آزادی حق همه بشر هست. اصلا آقای پروفسور یه چیزی باز کردید بزن من این شما اصلا آموزش و پرورش سکولار باشه بهتره یا آموزش پرورش؟ خب به نظر شما همینی که آموزش پرورش رو رو به یه ایدئولوژی بخوایم ببریم، ولو این ایدئولوژی فقط در حرف باشه، خطرناک نیست؟ اصلا چرا آموزش پرورش با ایدئولوژی اینقدر در پیوند باشه؟ آموزش پرورش یه چیز جهان شمولیه و خب بالاخره
نه نگاه کن، ما نمیتونیم اینو کتمان کنیم. بالاخره افغانستان میگه ما جمهوری اسلامی، ایران میگه ما جمهور، هر کشوری، هر حاکمی، هر رهبری، هر تیم رهبری بالاخره بر مبنای همون حکومتی که حالا یا به زور یا با عشق مردم پذیرفتن، دوست دارن آموزش پرورششون در همون راستا باشه. مثلا حالا یه پرسش، دانش آموز ایرانی که فارغ التحصیل مثلا آموز پرورش ایدئولوژی که ایران میشه، اگه بره ونکوور چی کار کنه؟ اون وقت آیا دانشی که ایشون با از یه آموزش پرورش ایدئولوژی گرفته در یک کشوری که آموزش پرورش سکولار داره و بستر دانشگاه‌هاش هم یه بستر سکولاری، اصلا اونجا دوچار یه تضاد نمیشه؟ بهتر نیست ما بر اساس الگوهای جهانی، نه دینی یا مثلا ببخشید ایرانی، الگوهای خاصی جهان داره برای آموزش پرورشش، لزوما مثلا نه که حتما مسیحی باید باشه یا مسلمانی، منظور من این نیست. ببینید ما نباید بیایم الگوهای جهانی آموزش و پرورش رو که حالا جواب داده کشورهای گوناگون با دینهای گوناگون اونو انجام میدن، مثلا اینکه بحث ایدئولوژی اینقدر تو کتابهای درسی نباشه، تو رفتار معلمان باشه، تو کلاسهای ضمن خدمت معلمان نباشه، تو دورهای تعلیم دبیر و تربیت دبیر نباشه. اینا آخه اینا همش خودش چالش آفرینه. شما وقتی از ایدئولوژی میگی، ایدئولوژی ظواهر داره، باطنیات هم داره. مثلا این اسلام که شما الان دارید اثبات میکنید، البته اثبات که نمیتونید یعنی چون ادله کافی نداشتید امشب، یا بحث ما این نبود، شما دارید میگید که من رفتم در بلاد کفار دکترای رایگان گرفتم، اما شما در همین آموزش پرورش ایدئولوژی که مثلا جمهوری اسلامی ایران نتونستید، بعد الان داری اثبات میکنی هر چیزی رو میری باید روی رشوه بدی بهت بدن. خب این همون ظاهر ایدئولوژیه. نه استاد عباسی ببخشید، من سعی کردم اینو تفهیم کنم، یعنی شما درک کنید که سیستم تعلیم و تربیتی ما اسلامی نیست. به خدا من هزار جلسه میذارم. خب همونو من دارم میگم، چرا ما بریم الگوهای جهانی رو بزنیم؟ آموزش پرورش اسلامی هرچی به پیامبر اکرم نزدیکتره اون موقع ملاک هست. ابو علی سیناها از آموزش پرورش اسلامی راستین اومدن بیرون. من پایان‌نامه‌ام روش تدریسم بر مبنای کار سیستماتیک تیمی در محیط‌های دموکراتیک و رقابتی هست. گفتم کلاس‌های ما کسری از جامعه است، بنابراین باید منعکس کننده هرچی که در جامعه هست باشه. معلم باید هر چی که در جامعه شهروند با او در بیرون از مدرسه و کلاس مواجه هست به او بپردازه. آگاهی ها و بینش او رو راجع به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همه جانبه باید شهروند ها رو تو کلاس هامون ارتقا بدیم. نگاه کن آمریکایی ها، یه دلیلی که آمریکایی ها دوست ندارن تئوری های من و روش تدریس من رو منتشر نمی کنن هیچ جا و غرب، آلمان ها چرا؟ خیلی بزرگوارن. همی هست، من میگم اینا معتقدن که روش تدریس کار گروهی و تیمی ابداع کنندش اونا هستن، تئوریاش. ولی من سرچ کردم ابو علی سینا تو کلاساش کار گروهی رو ازش استفاده میکرد، یعنی اولین نفرایی که به کار گروهی اهمیت میدادن در سیستم تعلیم و تربیت ابو علی سینا بود. یعنی شما معلم محوری میگی که دانش آموز هم درگیر داستان باشه، منظورتون اینه دیگه در کار نگاه کن روش تدریس ما الان معلم محور 95% معلمای مال ایران رو میگی، امروز رو میگی؟ آره یعنی دیکتاتور معابانه است. معلم میره رو سکو حرفش رو میزنه، بقیه باید گوش کنن، هر طور که او فکر میکنه فکر کنن، هر کاری او میگه انجام بدن، نمیدونم هر انشایی که اون میگه دیکته میکنه بنویسن، دیکته بنویسن. این معلم دیکتاتوره. خب اما در روش های شما مشارکت محور تو خیلی از کشورها، حتی تو آمریکا هم اینطوریه، من تحقیق کردم، برای همین خوششون نمیاد از ایده پردازی های من. بعد این دانش آموز ما وقتی من تو کلاس انگار من خدا هم او هم برده منه، ای بی سیستم عادت میکنه فردا این دانش آموز میره رئیس جمهور میشه یا رهبر میشه همینطوری به ما حکومت میکنه. این روش در ذهنش نهادینه شده دیگه. بعد جامعه میشه شرایطش همی که میبینیم.
اول گفتم یکی از مشکلات اصلی و ریشه فلاکت های ما روش تدریس معلم ها هست. برای همه دیگه روش تدریس معلم ها تو کلاس به این صورتی هست که گفتم. سلام استاد خستم شد. به این صورت هست که گفتم این روش مدیریت کلاس، بچه ها این آویزه ذهنشون میشه، ملکه ذهنشون میشه، فردا مدیر کل میشه، مدیر یه شرکت میشه، رئیس جمهور میشه، تو مجلس میره، تو رهبر میشه، همه رو از خودش پستر و ذلیلتر میبینه، یه جوری حرف میزنه، یه جوری مدیریت میکنه که انگار او خدا و بقیه رعیتشن. بعد این سیستم چون نقد پذیر نیست، انعطاف پذیر نیست، به مشارکت و تصمیم و آراء زیر مجموعش اهمیتی نمیده، ناجور میشه، شرایطش روز به روز بدتر میشه، روز به روز فلاکت